بسم الله الرحمن الرحیم. در درس 26 تجوید قرار داریم. به تعقیب درس های قبلی ما در ارتباط صفات لازمه متضاد گفتیم و گفتیم که شامل 10 صفات است و در 5 گروپ است و در هر گروپ 2 صفات قرار داره که یکی به ضد دیگه خود عمل میکنه. ما امروز صفاتی که در گروه چهارم قرار داره و او عبارت از صفات اطباق و انفتاح هست که گفتیم که یکی بازی دیگه خود عمل میکنه و صفت اطباق صفت قوی است و صفت انفتاح صفت ضعیف است و ما باید بفهمیم که اطباق چی را میگه و انفتاح چی را میگه. اطباق در لغت برابر شدن و چسبیدن گوین و یا ما در دری و فارسی هم اینطور یک لغت داریم که میگیم منطبق شوه، یعنی یک سردگی خود برابر شوه بچسبه. و در اصطلاح حروفی که به این صفت دیده میشه که در انگام ادای این حروف از مخرجشان بیخ زبان و وسط زبان به طرف کام بالا میشه و زبان در قسمت نزدیک دهن که میشه از خود یک اندازه انحنا را پیدا میکنه و امی انحنا باعث ازی میشه که مسافه بین سقف دهن و زبان یک خالیگاه پیدا شوه و که حروف با حالت مفخم یا تفخیم یا پر ادا شوه. ای رقم صفات اطباق میگن. و در حروف در 4 حروفی دیده میشه، در حروف طا ظا صاد و ضاد، در 4 حروف متوجه باشین وقتی که این 4 حروف شما تلفظ میکنین مطمئن باشین که آخر زبانتان به کامتان نزدیک میشه میچسبه و زبانتان بین سقف زبان و بین زبان یک خالیگاه باید پیدا شوه، یک اندازه فشار بالای زبان واقع میشه. مثال خوبی از این من ایتر داده میتونم. اگر شما قف دستتان ایتر کاسه جور کنین و این قف دست دیگهتانم کاسه جور کنین، یکی را بالای دیگه ایت بگذارین و ببینین که در بین ایتر خالیگاه وجود داره. این همه تر یک حالت میبینین که نوکای دستایتان با هم چسبیده و آخر دستان با هم چسبیده و وسط منحنی شده. این همی صفت به نام صفت اطباق یاد میکنن. وقتی که ما حرف تا میگیم تا، شما مطمئن باشین که در بین همه تر یک منحنی باید زبانتان شوه. یا مثلا صاد میگین صاد، این متر یک منحنی باید شده که ایره بنام صفت اطباق یاد میشه. صفت انفتاح صفتی است که دیگه تمام حروفی که غیر از این 4 حروف که از بالاش تطبیق میشه و حروفی است که در انگام ادا کردنش آخر زبان و وسط زبان به کام وصل نمیشه و امطور بدون وصل میباشه. اگر ما صفات اطباق مثالش تسهیل کنیم، مثلا من اینجا یک 3 لغت آوردیم اینجا. صادقین، صادقین، وقتی که سا میگین شما باید مطمئن باشین که زبانتان منحنی میشه، سقف زبانتان امرای زبانتان مسافه پیدا میکنه و آخر زبانتان که از نزدیک به کام میچسبه. لطاغین، لطاغین که این صفت اطباق در حرف طا خوب دیده میشه. الظالمین، 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 میبینین که زبان خود منحنی می سازه در بین و آخرش می چسبه به کام.
اما در صفت انفتاح ببینین که نمیچسبه. مثلا والتین، والتین، میبینین که حرف ت با تا فرق داره، اگرچه هر دویش از یک مخرج است اما صفتشان فرق میکنه. صفتشان که فرق کرد، تا پر خوانده میشه و زبان در بین از خود انحنا پیدا میکنه و در تلفظ یا ادا کردن حرف ت زبان متر راس است و آخر زبان به کام نمیچسبه. و زیتون، و زیتون، زلزالها، زلزالها، میبینین که پر خواندم نمیشه و آخر زبان به کامم نمیچسبه. ای بود صفت اطباق و صفت انفتاح و صفت آخریش که عبارت از صفت ادلاق و اسمات است. ما در درس 27 ای را میخواییم که شرح کنیم و بعد از او خود از صفات لازمه متضاد خلاص کنیم و بریم به صفات لازمه غیر متضاد که گفتیم صفاتی است که از خود ضد نداره و اما تو به تنهایی عمل میکنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.